بله، عرض سلام و خیر مقدم مجدد داریم خدمت دوستان و عزیزانی که تازه به جمع زمین تختگرایان کلاهاز فارسی پیوستید. سوشیانت آریانیست پیروزگر هستم، آورنده علم نوین به زبان فارسی در دستگاه آریا صوفی، آنتروا صوفی، کارما و ریکارنیشن در خدمت دیگر اساتید و مدرسین زمین تخت فارسی هستیم. دوستان دیگر هم به جمع ما می پیوندند. باشد که با اندیشه نوینی شکل بگیره و ما در این سری روم‌های علمی علمیون رو به چالش بکشیم و سعی کنیم که از زیر زبون خود علمیون اشتباهات و مغالطات پرزنتیشن زمین کره رو باز بکنیم و در خلال اون زمین تخت رو هم جا بندازیم. خوبی محمد حسین؟ شما دید؟ سلام و درود. خوبستی؟ خب دوستانی که تکرار این برنامه رو هم میشنون حتما اشتراک گذاری فراموش نشود. اشتراک گذاری کنید. روی مناظره. زهری اتاق بود راجع به زمین تختشان بحث میکرد. علمیون خیلی جالب بود که داده های درست رو میگفتن، حرفاشون درست بود اما نمیدیدن. یعنی داشت میگفتش مثلا تو 100 کیلومتر ما 800 متر اختلاف داریم. یعنی از بندر عباس اگه بشه برج خلیفه دید، یا 100 کیلومتری برج خلیفه و بعد نوکش رو ببینیم. اما تو اون تصاویری که حالا من داشتم الان لینکش تو چتوم هم میذارم، و برج خلیفه 300 متر حداقل بالاشو میبینی. این نشون میده کاملا خزیت. یعنی حرفاشون درست بود ها، مواصلات درست، ولی نمیبینن، قبول نمیکنن. این اصلا مسموم شدن ذهن آدم خیلی کامل درک میکنه. و راجب چیزهای دیگه هم داشت، راجب گنبد و اینا توضیح میداد از متون قدیمی، کاملا داشت درست میگفت. ولی نمیدونم مشکلشون چی بود که نمیتونن اینا رو باور کنن و یعنی اصیل همین علم امروزی شدن دیگه، چون جدید اومده یه سری چیزها فکر می‌کنن باستانی ها درست نیست. بله، وقتی که رجوع میکنیم به متون گذشته و متون اساطیری، ما میبینیم که در همه این متون اشاره شده به موجودات غول‌پیکر، اشاره شده به وجود گنبد آسمان، اشاره شده به وجود اینکه این جهان یک سازوکاری داره. حتی ماه و خورشید رو ایرانیان باستان به عنوان الهه هایی که به بشر زندگی میدادن و زندگی بشر رو کنترل میکردن، توسط کالتا و گروه های مخفی مختلف اینها پروموت میشدن. همین الان ما در ادیان داریم میبینیم که اینها ادیان مختلف هر کدوم به یک کدوم از این صور فلکی اختصاص داده شده. مثلا دین جهودیت به سیاره ساترن نسبت داده شده که جزء اسلام و مسیحیت هم میشه. ادیان دیگه به همین شکل هر کدوم به یکی از این 12 ایزد که دارن دور ما میچرخن اشاره میکنه. و وقتی که خورد میشیم در ادیان باستانی ایران، متوجه میشیم که سازوکار ذهنی سازوکار زمین مرکزی بوده. یعنی زمین مرکز آفرینش بوده، انسان در مرکزی ترین قسمت این زمین قرار میگرفته در نگاه ایرانیان، و ماه و خورشید هم که مردم به عینه میدیدن که داره به دور اینها میچرخه. اون موقع کسی هم نبود بگه که ما داریم دور خورشید میچرخیم. پس تجربه شخصی و عرفانی مردم در دوران باستان به این امر اشاره میکنه که آگاهی لازم و کافی رو داشتن این دوستان، و متاسفانه اون کتب همه توسط جنگ های مختلف از بین رفته و هیچ رفرنسی دیگه وجود نداره. همه رفرنس ها متاسفانه کروی هست که اینها همه نشون میده که این سیستم دست به دست هم داده تا این دروغ مدل کروی رو جا بندازه در اذهان عمومی و در واقع بشر رو دچار گمراهی بکنه. وقتی که شما نتیجه گیری اشتباه داشته باشید، یعنی تا زمانی که فکر میکنید شما دارید به دور خورشید میچرخید، همه نتیجه گیریاتون برعکس خواهد بود. این نکته رو حتما باید دوستان مد نظر داشته باشن. خب خوشحال میشیم که چند تا دوستان علمیتون رو هم پین بکنید، آتیست ها رو، کمونیست ها رو، کرویگره ها رو،
پین بکنید تا ما بتونیم این مبحث رو با دوستان وارد مباحثه و مناظره بشیم تا باگ های این افراد علمی رو از زیر زبان خودشون ما بکشیم بیرون و در نهایت ما این علمیون رو که تحقیر رو بکنیم دیگه بقیه مردم کاری نداره. بس به این شکل هستش. حالا اندکی درنگ میکنیم دیگر مدریتور هم برسن. دوستان حتما دیگه اشتراک بکنید در داخل کلاس. اینجا بالا هم گوش توضیحاتش هم بدم که این که اون فاصله ها و این که نهایت دیده بشن این لینک هم ببینن بعد نیست توضیحات خوبی هم داره. خوشبختانه شواهد و قرائن به نفع تختگرایانه، یعنی ما از هر روش که ورود بکنیم متوجه میشیم که کفه ترازو به نفع تختگرایانه. چطور؟ به خاطر اینکه هر آنچه که ما داریم توضیح میدیم چیزهای بسیار منطقی هست، در حالی که در مدل کره شما هیچ چیز منطقی از دوستان نمیشنوید، همش فرضیاتیه که بر پایه یک سری پیش فرض‌ها بنا شده، یعنی تئوریایی که بر پایه یک سری فرضیاته و اون فرض از بنمایه مثلا کروی در نظر میگیره، یعنی فرضشون دیگه کرویه، شما باید اول کروی بودن رو ثابت کنید، نمیتونید با فرض کروی بودن ورود و بحث بکنید. یک دو مباحثی مثل جاذبه، مثل ناسا، مثل دانشمندان، ما خیلی از دوستان شنیدیم که میگن یعنی همه دانشمندان اشتباه میکنن، شما درست میگی. اتفاقا جواب بله هست، یعنی اگر دانشمندی واقعا دانشمند بود متوجه میشد که زمین تخت هستش، به خاطر اینکه تجربه عینی ذهنی ما از ساختار طبیعی آب گرفته تا اتمسفری که روی سطح زمین هست، همه اینها دال بر وجود یک کپسول هست، داخل یک کپسول ما قرار داریم. این رو بارها برای دوستان توضیح دادیم که اتمسفر فرار هست، ما نمیتوانیم یک سیستم پرفشار رو در کنار یک سیستم کم فشار داشته باشیم، حتی شرایط آزمایشگاهی هم به ما این اجازه رو نمیده که همچین چیزی رو تجربه بکنیم. چطور پس امکان داره که زمین به این ابعادش اتمسفرش فرار نکنه، یعنی اتمسفر که گاز هست نیچسته به سطح زمین و در نمیره، در حالی که هیچ بریر یا هیچ سدی وجود نداره که این رو از نیروی پرفشار گراویتی یا همون خلا بخشه، از نیروی پرفشار خلا این رو حفظ بکنه. اینها همون باگ های مدل کرویه که حالا ما در خلال مناظره امروز با دوستان علمگرا اینها رو به چالش میکشیم، این باگ های مدل کروی رو بعد ورود به کسوف و خسوف میکنیم، اگر ببینیم که لولشون بالا هست جزرومد رو به چالش میکشیم، اگر باز ببینیم لول بالاتری دارن بیگ بنگ رو براشون باز میکنیم که بیگ بنگ هم یک فرضیه هست، یک تئوریه، و همه مسائل رو برای دوستان ما یک به یک میشکافیم و ورود میکنیم به خود علم، به این چیزی که دوستان علم علم میکنن و پشت ماسک علم در حقیقت اینها خودشون رو پنهان میکنن، یعنی حماقتشون رو پشت ماسک علم پنهان میکنن و میگوین چون علم میگوید ما داریم به دور خورشید میچرخیم پس ما نمیفهمیم دیگه، علم میفهمیم، و به این شکل اینها تفکر منطقی در بشریت رو تخطئه میکنن و دیگر انسان نمیتواند به مدارهای منطقیش رجوع بکنه، چون اون مدارهای منطقی در دوران کودکی سوخته و دیگر طرف نمیتواند ارتباطی بین حقیقت و واقعیت پیدا بکنه. به این فرد میگوین فرد شیزوفرنی، یعنی انسانی که به مدل کروی اعتقاد داره یک انسان شیزوفرنیه، ولی مثل این میمونه که در یک شهری که مثلا همه کور هستن اگر یک کسی بینا باشه و ببینه مسخرهش میکنن، الان داستان این هستش، همه شهر کور شدن، یه نفرم که بینا شده بهش بیمحلی میکنن و کم لطفی میکنن و این داستان به این شکل داره پیش میره. حالا امیدواریم که دوستان علمی بیشتری هم به جمع تختگرایان بپیوندند و ما بتوانیم به این روش همه الیت علمی رو در کلاب‌هاوس فارسی تختگرا کنیم، به طوری که این علمیون وقتی تختگرا بشن دیگه نمیشه جلوشون گرفت، چون من خودم بالاترین لول علمی رو دارم در حال حاضر در همین کشور کانادایی که هستم و به خاطر اینکه واسطه اون درجه بالای علمی و آزمایشگاهی و آگاهی هایی که در طول زندگیم در مدارس و دانشگاه ها و
مراکز مختلف عالیه کسب کردم به این نتیجه رسیدم و من دیگه کوتاه نمیام، یعنی من عمرم رو گذاشتم پای مدل کروی و تازه فهمیدم که پس از این همه سال همش دروغ بوده. رو همین حساب ما داریم نوع نگاه بشریت رو دوباره بازسازی میکنیم، یعنی اون نگاه مدل کروی که یک نوع جهانبینی بسیار تیره و تار هستش، هر چیزی هم که اینها رفرنس میدن دارک ماتر، سیاه چاله، بلک هول، همه چیزشون تیره است، همه چیزشون سیاه هست و کلن علمی که اینها به بشریت عرضه کردن بلک ماجیک هست، یعنی همون جادوی سیاهی هستش که اینها در دوران قرون وسطا ازش استفاده میکردن برای کنترل بشریت. الان خب لولاشون تغییر کرده، به روش های دیگه بشر رو دارن کنترل میکنن. حالا این مقدمه ای بود برای اینکه ما از چه روش هایی میتونیم ورود بکنیم به بس. دوستانی که حس میکنن یارای مناظره با سوشیانت یا هر یک از مدریتورها رو دارن تشریف بیارن روی استیج، ما دو تا سه تا سوالای کلیدی از دوستان میپرسیم و ورود به بحث میکنیم. خب دوستان حتما یک پینگ بزنن، مربع فلشی روی بالا رو بزنید. بله بله، یک ضرور مسئله دیگه هم هست که میگوین که وقتی که جمعیت یا مس یا توده به سمتی میره، شما همیشه باید برعکسش رو برید. الان ما داریم میبینیم دوباره محدودیت های کرونا رو دارن شروع میکنن برای پندمی دوم. دوستان به هوش و به گوش باشید. احسان عزیز خوش آمدین. کسرا هم آنلاین بود تو همین چند دقیقه پیش. کسرا هم بیاد میتونیم بحثای جالبی رو با این علمیون داشته باشیم. حالا منتظریم دیگه، منتظریم دو تا سه تا علمی توپل گیرمون بیاد امروز. دوستان حتما پین بکنید دوستان و عزیزان آتئیست و علمی خودتون رو. روم بسیار روم پرمغزی خواهد شد. امروز میخوایم لایه‌های مختلف دروغ زمین کره رو باز بکنیم، یعنی که این دروغ علمی رو براتون باز بکنیم که چطور لوسیفر با ظرافت تمام این مدل کروی رو جا انداخته، براش فرمول سازی کرده، براش عدد گذاری کرده. همه اینها رو برای دوستان باز میکنیم که چطور امکان داره که اصلا این علمی که چیزی به عنوان علم ما داریم و چندین شاخه میشه، علوم تجربی داریم، علوم انسانی داریم، علوم دانشگاهی، علوم پزشکی داریم، همه چی داریم، همه این علوم به زیر سایه از نقد میره، یعنی به زیر سایه از ابهام میره و دیگه باید با دید شک به همه این علوم نگاه بکنیم. چون چیزی وقتی به این بزرگی رو اینا به ما دروغ گفتن، دیگه راجع به ویروس و اتم و متم و چیزایی که ما نمیبینیم ببینید که چه دروغ‌ها و جفنگایی که اینها
سرهم نکردن. پس من حیث المجموع آنچه که به عنوان علم در حال حاضر داره تدریس میشه اصلا به درد زندگی روزمره شما نمیخوره. یعنی هر رشته دانشگاهی شما مثال بزنید، چیزایی که به شما میگن برای این نیستش که مثلا به آگاهی شما اضافه بشه، فقط برای این هستش که در اون سیستم بردهداری که دارید کار میکنید، حالا یا به عنوان پزشک یا به عنوان منجم یا به عنوان فیزیکدان یا به عنوان استاد دانشگاه، شما در این سیستم دارید در حقیقت اون تاریکی رو نشر و بست و گسترشش میدید. چرا؟ به خاطر اینکه این علمی که لوسیفر درست کرده، حالا که متوجه شدیم این علم، علم لوسیفره، هر چقدر که بیشتر روی این علم شما مانور بدید بیشتر در جهل مرکب فرو میرید. مثل کشتی گرفتن با خوک میمونه، هر چقدر شما با خوک کشتی بگیرید نمیتونید که شکستش بدید، فقط خودتونو لجنمال و گلمال میکنید. بس اینه بحث ما هم با علمیون همینه. یعنی ما اجازه نمیدیم که وارد مغلطه جاذبه بشن، اجازه نمیدیم که رفرنس فالسی استرامن بزنن، نمیذاریم که بگن دانشمند دانشمند، نمیگذاریم بگن یعنی همه مردم جهان نمیفهمن شما میفهمید، نمیگذاریم دیگه. این سوالاتو بارها و بارها جواب دادیم و دیگه علمیون باید خودشون متوجه بشن که این سوالات دیگه جواب نمیده. اگر ادله علمی دارن تشریف بیارن روی استیج و ما رو از این اشتباه نجات بدن، اگرم که ادله علمی ندارن برن مدل های زمین تختی رو که ما آموزش دادیم، ما هم قبول ندارید، برید در اینستاگرام در تلگرام، سورس های بسیار زیادی هست به زبان فارسی، انگلیسی، فرنچ، عربی، که حالا هر زبانی هم که بخواید داره اضافه میشه. این حقیقت زمین تخت به همه زبان ها داره بست و نشر پیدا میکنه، ولی به زبان فارسی به مدد این کلاب هاست. شما در همین سرچ روم کلاب هاست بنویسید زمین تخت، در قسمت جستجو که عکس ذره بینه بنویسید زمین تخت، این ساعت برای شما روم میاد بالا، آموزش، مناظره، پرسش و پاسخ، Q&A، که ما در اونجا با کمک دوستان و دیگر اساتید و مدرسین زمین تخت تمام لایه ها رو شکافتیم. ولی در فصل سوم میخوایم بیشتر ریز بشیم در این مدل کروی، اعدادشون رو باز بکنیم. چرا مثلا میگن 23.14 تیلت داره؟ همه اینها رو برای دوستان باز بکنیم، اعداد فراموسیونیشون رو کدگشایی بکنیم و به دوستان این قضیه رو در حقیقت بفهمونیم که این مدلی که برای شما درست کردن، مدل زمین کره، یک مدلی که یک نوع دینه، یک نوع دینه، یک نوع جهانبینیه که برای شما درست کردن که از شما آتئیست یا کمونیست درست بکنن و شما رو تو اون ماتریکس بی خدایی نگه دارن. چون در مدل کره شما نیازی به وجود خدا ندارید، همه چیز در اثر بیگ بنگ به وجود اومده. ولی در زمین تخت به واسطه اثبات وجود گنبد شما دیگه نمیتوانید خالق رو منکر بشوید. اینها از همین میترسن. حالا این که دیگه جایگاه بشر در مرکز آفرینشه، این خودش یکی دیگه از وحشت بزرگ لوسیفره که لوسیفر دوست نداره که شما بدونید شما در مرکز آفرینش هستید. این یکی از مهمترین چیزها هستش. و بعد لوسیفر در همه چیز دست برده، یعنی همینطور که تاریخ رو تغییر داده، تاریخ یعنی ادیان، همینطور که تاریخ رو بازنویسی کرده، تاریخ رو تغییر داده و به گند کشیده، در حقیقت همه چیز رو به نفع فاتحان نوشته. علم هم همینه، علم هم طوری طراحی شده، طوری تحریزی شده که شما تا آخر عمرتون محتاج به این کشورهای ابرقدرت باشید، چه بحث تکنولوژی باشه، بحث هوافضا باشه، بحث موشک باشه، بحث هر چی باشه. این غربی ها 100 سال 150 سال میبینیم که از کشورهای در حال توسعه پیشرفته تر هستن، جلوتر هستن. دلیلش هم من فکر کنم به خاطر همینه، به خاطر اینه که لیدراشون، یعنی اون سردمدارانشون، به حقیقت زمین تخت اعتقاد دارن، به وجود خدا ایمان دارن، ولی طوری مردمشون رو برنامه ریزی کردن که مردم به این چیز ایمان نداشته باشن و مصرفگرا باشن. و اونم دیگه بحث کپیتالیزم، بحث مصرفگرایی، که همه اینها دست به دست هم میده برای اینکه این دروغشون رو اینها روش پافشاری کنن. از اون طرف هم یکی میگفتش که خب اگر مثلا ناسا بیاد بگه زمین تخته چی میشه؟ ناسا که اصلا نمیاد بگه زمین تخته.
اصلا ناسا رو برای این تأسیس کردن که زمین کروی رو جا بندازه. این یکی از اشتباهات دوستانه که فکر میکنن ناسا دوست ماست. خیر، ناسا دوست ما نیست. ناسا یک شرکت هرمی زیرمجموعه دولت آمریکا هستش که بسیار هم کمپانی هستش که همه چیز رو تحت کنترل داره، یعنی بسیار پروتکل های سخت گیرانه‌ای داره که اطلاعات درز نکنه. خب آقای محسن میخوان میان روی استیج، دوست عزیز باگ دارید. محسن میتونی محسن رو بیاری بالا، بزن رو اسمت. چشم، آقای علامه هم اومدن، من دعوتشون کردم، ایشون رو میشناسم. سلام آقای علامه. سلام، وقت شما بخیر. سلام برای دوک عزیز، سوشیانت بزرگ. باگ داره محسن، باگ داره. یه بار تشریف برید بیرون، دوباره تشریف بیارید، شاید درست شد. خب یه خورده بحث رو ببرید جلو. رومه های حاشیه‌ای رو ول کنید، دنبال حاشیه نباشید. اگر دنبال حقیقت و علم و آگاهی هستید تشریف بیارید روی استیج یا در قسمت اودینس گوش کنید. وقتتون رو تو رومای دعوای خاله زننکی بین مودریتورهای کلاب هاست چیز نکنید، تلف نکنید. خب کسی رو داریم دستشو بلند کرده باشه؟ آقای محسن تشریف بیارید بیرون، یه بار دیگه بیارید روی استیج، یه بار دیگه تشریف بیارید، میتونید بیاریدتون روی استیج. باگ دارن. این باگ هم از همون داستان‌های لوسیفر دیگه، یعنی لوسیفر طوری سیستم رو طراحی کرده که صدا به صدا نرسه. با این که ما این تکنولوژی در دستمون هست، متاسفانه در ایران همه چی رو فیلتر کرده لوسیفر و نمیذاره که صدای اهورایی من به دوستان برسه یا ما صدای اهورایی دوستان رو بشنویم. این هم دوباره یکی از همون خباثت‌ها و پلشتی‌های این سیستم اهریمنیه که البته یه خبری هم بهتون بدم که به زودی در کشورهای به اصطلاح آزاد هم اینترنت رو میخواهند فیلتر کنن، یعنی میخواهند کاری بکنن که دقیقا مثل همون فیسبوک و اینستاگرام که شما به محض اینکه راجع به کرونا کوچکترین دیس کرونا میکردی، دیس وکسینیشن میکردی، اکانت شما فلگ میخورد، شادوبن میشدید و اکانت شما رو کلا از کار مینداختن. حالا اینو میخوان بیشتر بکنن، میخوان یه کاری بکنن که در کل اینترنت دیگه شما نتونی هیچ چیزی ضد مینستریم، مینستریم یعنی همون مینستریم دیگه، مینستریم یعنی اگر شما برخلاف مینستریم مدیا هر چیزی رو به زبون بیارید، اینها شما رو فیلتر و شادو بن میکنن. بفهم به این شکل هستش. خب حسن اومدی دوباره؟ بذاری رفرش بکنی. رفتی پایین چرا؟ مایی که میدونیم و فهمیده ایم که زمین تخته، مرحله بعد چه کار باید بکنیم، چه مسیر رو باید بریم و اینکه آیا درک زمین تخت پایان کاره یا نه تازه شروع کاره. در این مورد اگر راهنمایی کنی متشکر میشه. زمین تخت شروع کاره. بله، مرسی، سوال قشنگی پرسید. زمین تخت شروع کاره و اتفاقا زمین تخت به شما این نوید رو میده که چیزهای بسیار زیادی دیگه وجود داره که ما نمیدانیم. ما هیچ آیدیایی نداریم از اون چیزهای جدید و اتفاقا این باعث میشه که ما دیگه از اون حالت بسته ذهنی یا از اون ذهن محروموم شده نجات پیدا بکنیم، بتونیم ورود بکنیم به آگاهی های نوین، آگاهی های جدید و اتفاقا باید بست و نشرش بدیم. حالا که فهمیدیم زمین تخته، یک در حقیقت
کارمیکه، یعنی یک مسئولیت کارمیکی بر دوش شنونده فارسی زبانی هست که من پس زمینه تخت ما به گوشش میرسه و اون هم بست و نشرش هست. حالا اول باید قشنگ مدل رو یاد بگیرن، باگ های مدل کروی رو یاد بگیرن، چندین ساعت برن اون روم های رکورد شده قبلی رو در کلاب هاوس فارسی گوش بدن، آمادگی ذهنی داشته باشن، از خانواده شروع کنن، از پدر، مادر، برادر، همسر، دوست پسر، دوست دختراشون رو در حقیقت بیان به این حقیقت زمین تخت آشنا کنن، یا اینکه حتی مدل کروی رو باطل کنن در ذهن فرد. چون به محض اینکه این آگاهی به شما میرسه شما دگرگون میشید، چه بخوایم قبول بکنیم چه نه. تجربه همه افرادی که کرویگرا بودن، تختگرا شدن، اون دگرگونی درونیه، اون انقلاب درونیه که در زندگی بیرون شما تأثیر به سزا و مثبتی میذاره. آقای محسن تونستی بیایی به آقای بسیر؟ محسن صدا ما رو داری؟ بگو محسن چطور مازیار؟ مازیار مگه اومده؟ مازیارم اومد. خب دو تا سه تا علمی خوب دعوت بکنید روی استیج که ما بتونیم مدل کروی رو از دوستان دو تا سه تا سوالا رو بپرسیم و ورود و بحث بکنیم. بذاره اول یه مثال داشتم به توی گفتم که اینایی که کوهوی هم اطلاعاتشون خوبه، کوه خوب میشناسن، اینا خیلی اطلاعات کمک میکنن به ما این کل مدل کوهوی کامل بشناسن، خیلی حالیه. دوک هستی که ببین این ویدیو که میزنم این بالا رو حتما وقت کردی ببین حتما این سانتوس بوناچی یه آدم خیلی خفن معروفیه. من نمیدونستم واجبه، یعنی تو فکر کن من این آدم رو سالیان دنبال میکنم در خصوص علومهای اسوتریک و هرمسی و خلاصه اصلا از کلمه آدم به اتم میرسه، یعنی انقدر سر سوادش چیزش بالاست. خب پریشب یهو دیدم که آقا اصلا زمین تختگرای قدرتمندی بوده و داره تو این ویدیو برای دوست هندیش کام. آره سانتوس بوناچی رو دنبال میکنم. آره سانتوس بوناچی رو گوش کردم. کسا باگ داری یک کچولو؟ آره باگ داری. سانتوس بوناچی رو من فقط گوش میکردم. من چه گوش به ویدیو خیلی داره با مهم باگ داری کسا میگم مایکش رو بعدی متوجه بشه باگ داره. باگ داره من باگ داره. این سانتوس بوناچی رو من اتفاقا دنبال میکردم 10 سال پیش، یعنی اون موقع که دیگه زمین تخت اوج گرفته بود، پرسش و پاسخهای خیلی خوبی میذاشتن. اون لایه های مختلف زمین های دایره متحد مرکز رو اینجا توضیح میده، اینکه چندین فرمننت وجود داره، چندین گنبد تو در تو وجود داره، اینا رو دیده بودم اتفاقا خیلی خوبه. حتما پیشنهاد میکنم به دوستان که این فیلم رو تماشا بکنه. باگ داشتی کس رو ولی من فهمیدم صدات چی میگی. الان فکر کنم خوبه صدا. آره حتما ویدیو رو ببینه. آره حتما ویدیو رو ببینید که کامل توضیح میده. یه توییت هم پریشب کیان گذاشته بود، اونم براتون میذارم، اونم خیلی جالبه، واقعا جالبه. بذار پیدا کنم.
اینا تو کانال هم بذاری، جدیدن یه کانال زدیم، حالا بشه مطالب و لینک ها همه توی یه کانال تو تلگرام بذاریم دسترسی راحت باشه. گروه ها که گذاشتم تو چت رو، حالا کانال هم بعد بذارم. بله، دعوت ویژه داریم برای اینکه آتیستا و کمونیست های کلاب هاوس تایتل رو ببینن. دوستان حتما شیران کلاب هاوس که میکنید یک کامنتی هم بنویسید که اگر باگ خوردید افتادید بیرون روم رو گم نکنید، روم بالا باشه در کلاب هاوس در هالوی و دوستان بتونن سریع دوباره برگردن روی استیج توی اودینس و مطالب رو دنبال بکنن. روم هم در حال رکورد شدنه و تکرارش رو میتونید پس از اتمام این روم گوش بدید. در اشتراک گذاری این اثر کوتاهی نکنن دوستان. خب بریم جلو ببینیم که دوست علمی داریم که به جمع استیج تخت‌گرایان بپیوندند. بله، کلاب بالا کلاب نوینی هست، زمین تخت جدید، که در فصل سوم ما به زمین جدید میپردازیم، زمین جدیدی که انسان‌ها دارن بهش وارد میشن. این زمین تخت هستش. فرض بکنید که همه مردم ایران، ایران خودمون رو مثال میزنن، تصور بکنید 70 میلیون متوجه بشن که زمین تخته، چه اتفاقی میفته؟ چقدر جهان زیبا میشه، چقدر جهان شیرین میشه، چقدر ایران خفن میشه اگه همه بفهمن زمین تخته، یک سازکاری وجود داره، این گنبد کبودی که از بچگی به اینا میگفتن چه معنی داره و تمام اون سیاه چاله های سایکولوژیکی که توی ذهن ما لوسیفر طراحی کرده با زمین تخت در هم میشکنه. تمام اون ساختارهای پوشالی فیک لوسیفر با حقیقت اهورایی زمین تخت آب میشه و ما میتونیم ورود بکنیم به زمین تخت جدید. کلاب زمین تخت جدید رو در بالا حتما فالو بفرمایید دوستان عزیز تا این سلسله روم ها رو از دست ندهید. همچنان منتظر هستم دوستان و عزیزان دیگر علمی هم به جای ما بپیوندن. دوستان رو مودریتور میکنیم همه رو که حالش رو ببرن. خب بفرمایید. کسا این توییتر هم گفتی که کیان گشته؟ کسا صدا داری؟ این نقشه ای که حالا 1587 کشیده شده، اروپایی ها کشیدن و کل حالا زمین و اون وقت تازه آب میکاش شده بود مال اون وقته، که حالا این نقشه توی یک کتابه و این کتاب ورقه ورقه است. نقشه ورقه ورقهش کنیم بزنیم کنه هم، یه نقشه 3 متر 10 متر به ما میده در کل و خیلی جزئیات خاص داره از طبیعت اونجا، از وسایلی که هست. حتی جالب ترینش واسه من اینه که وسط نقشه ما اون سرزمین هایپربوریاش که 4 تا سرزمین خشکی هست رو میبینیم. این 4 تا خشکی تا نقشه های 1890 هم بوده، یه نقشه داریم که اون 4 تا خشکی بوده ولی بعدش دیگه اون 4 تا سرزمین تو نقشه ها حذف شده. تو گوگل ارت هم که میبینیم اونجا فقط آبه، بهش میگن اقیانوس منجمد شمالی. خب این نقشه هم گفته کسه این کار این نقشه چیه؟ گفتی توییت کرده بود کیا؟ توییته کیا؟ نه این نه این نه بذار بذار انا گذاشتم بذار پس انا گذاشت. شکل مداراست در واقع. حالا اینه گذاشتم اینو ببینی خیلی نقش جالبیه.
دقت کنه، اسم زمین تراه، ترا از کلمه ترا میاد، ترا یعنی زمین دیگه، اونم لوناه، خودش و جفتش، خودش با قلش. آره ببینید که یه زمین به نام تراس، یه لونا که ماهه، بعد دوباره خورشید و جوپیتر رو بقیه اینا هم داری. مدل خیلی خوبیه. اینو تو توییتر این یه بنده خدایی پدید، اینو کیان گذاشته بود دیگه مالوسه. آره بهش نگاه بندازین خیلی چجور مدلیه؟ من برگام میفته یعنی چی؟ این نه زمین کاری، نه زمین تخته، این تو آسمون هم یعنی بابا اون بزرگ بزرگ زمینه، اسمش تراه. خب مدار خورشید چه این شکلیه؟ خورشید داره دور زمین میچرخه دیگه، بعد سیارات دور خورشید میچرخن اونا، بعد اون ماه دور زمین میچرخن، دو بعد ماه که آره، ماه که حالا داره دور زمین میچرخه، اون میدونی باگه دو تا کجا میشاخه؟ اون ماهه تو اون مدار کوچیکه هر 26 یه بار بچرخه، بعد خورشید با اون عظمتش با اون مدار بزرگش هر 24 ساعت یه بار بچرخه. میدونی سرعت خورشید چقدر میشه تو این مدل؟ اگه بخوایم زمین حالا تخت در نظر بگیم، ولی مثلا تو فضا حالا نمیشه اونجوری به صورت جسم نگاه کنیم مدار اینا رو، دقیقا این نو در نظر بگیریم درست میشه نو باشه، ولی دیگه ما آخه این مدل هم مدل آخه منظور شمسیه. آره نه مدل منظور شمسی نیست، ببین آخه زمین و ماه یه شکلن اصلا، ببینی میبینی این نکتهش خیلی آره. جالب بود، جالب بود. آره و بحث این انعکاس هست دیگه، بحث این انعکاس هست. من گفتی یاده این نکتم یاده یه با سوال شده بود چه هفته هفت روزه می چرا علتیش این آره. در آوردی آخر بگونه آره اتا از این علمی ها در آوردم بخاطر اینکه ما هفت شی تو آسمون میبینیم دیگه، خورشید و ماه، بعد عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زحل، هر کدوم از اینها رو براش یک روز تعیین کرده بودن و برای همین چون هفته هست هر کدوم از اینها مال یه روزش بود که همون سانده یومده الان که اینا بیشتر دارن نه که. با اینا کار نداریم، این هفته رو خب چند هزار سال وجود داره، واسه این بود میدونی چی میگم، یعنی بشر باستانی اومد ماه رو به هفته تبدیل کرد، هفت روز رو ایجاد کرد به خاطر اون آسمون بود. حالا اینکه چرا این کارو کردم نمیدونم، اون چیزایی که میدیده برای همینه. حالا ماه 40 روزه، اون به خاطر هم دوره چرخش ماه و سال 360 آره. از روی چرخش باشی تو سال 14 ماه هم به خاطر 12 تا زودی ها که دیگه آره اینا رو کاملا من قبول دارم. 365 روز مال خود طبیعت، 28 روز ماه مال طبیعت، ولی هفت مال طبیعت نیست. حالا اگه میخوای بگی مثلا دارم میگم به خاطر تعداد همین هفت و گوی آسمانی بوده، خب این که کلن داستان برمیگره دوره به داستان همون هفت آسمان و هفت عرش و هفت گنبد و به اون داستان چیز میکنه. حالا اتفاق جالب آره دیگه میگن هفت تو اینا توی گنبد بودن، مثلا خورشید یه گنبد، ماه یه گنبد. ببین دیشب داشتم همین ویدیوی سانتوس پوناچی رو گوش میدادم، گوش کن تو هم، میگفت در واقع اینجوری بود که هفت آسمان و هفت آسمان به زیر معرفی میکنه، یعنی میگفت هفت آسمان زیره، هفت زمین زیر ماست، هفت در واقع آسمان روی ماست، اما این وسطی هستی. اینو من یه جا دیگه هم نمیدونم کجا بود که به این اشاره داره که هفت آسمان با... تو گفته بودی سی سال پیش پدر، 20 سال پیش پدر میگفته
خب میخوام بدونم که خب چیزش چیه، اصلا منبعش چی بود؟ نمیدونم، اون یه جا شنیده بود میگفت، میگن 7 تا مثل زمین خودمون بالا هست، 7 تا مثل زمین خودمون پایینه، تو هر کدوم اینا موجودات آره خودشون زندگی میکنن که آره احتمالا جهان آره زیرین آره جهان آره اجنه بوده و اینجور چیزا. نه اتفاقا این حالا میگو جهانی زیری همون هایپربوری و اینا رو میگفت، اصلا بد و سیاه و اینا نیست. ولی جالب بود، خیلی جالب بود که کلند 7 تا بالا 7 تا پایین، حالا نمیدونم چه جوری بود. به این صورت سانتوس بوناچی هم چیز کرده، مدل سازی کرده. حتما ببین ویدیو قبلی رو، حالا اگه خوش کلیک کرده حتما ببین. آره بعد دیگه 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 بازی رو بگو چه خبر؟ بازی نیستی؟ خبر نداری؟ خبر زمین تختی به بچه ها بدی؟ اخبار از ناسا؟ بسی گفتیم ناسا، یاد چیز گفتم، یاد ما بحثش داشت که ستاره خارج از منظومه شمسی دیدیم یا نه. جدیدا یه عکس داده جیمز وب یه ستاره نشون میده که مال 12.5 میلیارد سال پیشه، یعنی اولین خب ستاره هایی که بعد بیگ بنگ ایجاد شده خارج از منظومه چیز دیگه کهکشان ما هم هست. هم جالبه همچین خب ستاره ای رو ادعا کردن دیدن هیچی دیگه، همین خواستم بگم که جز اولین ستاره هاست. ولی عکس آره اینا فعلا نمیدونم از ما درست حسابی، یعنی عکس خیلی فعلا نور کمرنگه. من میگم میگم چرا اساسا، خب ستاره های دم کهکشان خودمون که چرا یه عکس درست حسابی نمیدن از ستاره؟ مثلا خورشید رو دیدی مثلا با تلسکوپ میبینیم اون لکه های سیاه اونجاش، چرا ما از ستاره یه عکس داریم؟ هرچی هست انگار یه پروژکتور عکس گرفتن نور اون 6 تیکه 8 تیکه نوری که ببین روی مثلا پیواز همین کنه. ببین تصاویری که اینا از خورشید به ما نشون میدن که زبونه اینا داره، دیدی که اون زبونه هاش و اینا آره واجی بهش میگن کرونای ما خورشید. اصلا ندیدیم. آره کرونای، آره آفرین کرونای خورشید یا آره این کرونای خورشید ما نمیدونیم، ما نمیبینیم. یعنی من هیچ کسی رو ندیدم با بهترین فیلد، با بهترین، یعنی مثلا با فکر کن تلسکوپ 10 اینچ، چون اصلا بحث تلسکوپ نیست. خب با هر تلسکوپی هم مثلا بحث تلسکوپ مثلا 10 اینچی 12 اینچی هم من میدونم مثلا انجام دادن، خب فیلترینگ گذاشتن اصلا، ولی هیچ وقت این زبونه ها رو ندیدم. من نمیدونم این زبونه هایی که اینا نشون میدن واقعیت داره نداره. دیدی خورشید نشون میدن با زبونه هاش آره نشون میدن؟ ببین میدونی اگه اون زبونه ها این بگیم اصلا 1/3 قطب خورشید هم باشه، یعنی 500 چقدر میشه، 500 هزار کیلومتر، 500 هزار کیلومتر قطب حد یه زبونه ها باید باشه، یعنی تو خورشید گرفتگی میشه دید، اما ابعادش خیلی وحشتناک به نظرم، خیلی اقرار آمیز نشون میدن اون زبونه ها. اگر باشه که حالا منافاتی با حالا زمین تخت نداره، ولی بس چیار کسه. منافات که داره دیگه، ما که بون چون خوشتی یک پیده نوری میدونیم، ما که خوشتی یک خب نور معمل باشه که بخواد بسوزه و اینو که باشه، میگم اونا معمولا خود اونا اونا آره که نمیگن خورشید میسوزه که ادعاش مثل آتیش بسوزونه که وجوی زبانه داشته باشه، اونا میگن داخلش هرچی هست تو سطح خورشید اتفاق نمیفته، هرچی فویل و انفعالات خورشیدی درون خورشیده در مرکزشه، یعنی فوتونی که میخواد از مرکز خورشید تا لبه خورشید بیاد چندین هزار سال طول میکشه، انقدر خورشید فشرده است. اون حال تو زیر اینجوری گفته شدی اون زبونه ها میگن به خاطر اون میدان مغناطیسی خورشید، خورشید 20 میدان مغناطیسی داره خودش، از این میدون به اون میدون که میره پلاسما اون حالت ایجاد میشه که مثل فندک رو دیدی شعلش چجوری حرکت میکنه، همچین حالتیه. واسهش توصیف کنم. بله دوستانی که تکرار برنامه رو دارن گوش میدن،
یک لینکی هست از روم فصل دوم زمین تخت، قسمت 313 مبحث سیاه چاله در زمین تخت. این رو دوستان پیشنهاد میکنم که تکرارش رو گوش کنید. این بالا لینکش رو گذاشتم، بعد از اینکه این برنامه رو گوش کردید تکرار این رو هم گوش کنید. خب دوستان، مودریتورها، تختگرایان تشریف بیارن روی استیج، دو تا سه تا علمی هم پیدا بکنیم. آقای اردشیر، آقای آلبرت دعوتنامه فرستادن براتون، تشریف بیارید روی استیج. تختگرا داریم، کرویگرا، چی کرویگرا هم داریم، دیکی تک و توک کرویگرا هم هست، دعوتنامه فرستادن براشون. خیلی ما کار کردیم، یعنی مطالب زیادی کار کردیم که مودریتور ها میتونن از روم های قبلی رفرنس بدن. اگر دوستان دنبال رفرنس هستن، هیچ منبعی بهتر از همین کلاب هاوس فارسی در دسترس نیست، چون با زبان شیوای فارسی ساده و روان ما اومدیم داریم زمین تخت رو پرزنت میکنیم، اشتباهات کرویگرایان رو به رخشون میکشیم، به روشون میاریم و با اینها مباحثه میکنیم. زمین کروی است، زمین تخت. بحث امروز بسیار بحث شیوایی خواهد بود. دوستان یه شیران کلاب هاوس حتما بزنید که روم روی هالوی بیاد بالا. دوستانی که در روم های زرد و روم های نارنجی و روم های قهوه‌ای هستن، تشریف بیارن اینجا و ما بنفششون کنیم. خب دوستان جدیدی به استیج اضافه شدن، بفرمایید اگر سخنی دارید، نظری دارید، اگر نه که ما دعوت کنیم از دوستان علمی تشریف بیارن روی استیج و اثبات کنیم که مدل کروی نمیتواند حقیقت داشته باشد. سلام، وقت همگی بخیر باشه. من سوال داشتم، باگ شدید لعنی دارید خانم ارغوان، متاسفانه صداتون رو از دست دادیم. همینه دیگه، اینها همه باگ هایی که سیستم ایجاد میکنه، باگ شما نیست، باگ سیستمه. این که در عصر ارتباطات، در عصر اینترنت شما صدای من رو نمیشنوید، البته شما که صدای من رو میشنوید، من که باگ ندارم، من صدای شما رو نمیشنوم، این باگ خود سیستمه. بفهمید الان صدای من هست. پس من می‌خواستم یه سوال بپرسم که قطب شمال و شمال و جنوب وجود داره یا خیر؟ اگه وجود داره ما چرا فقط قطب شمال میتونیم ببینیم و از قضیه قطب جنوبمون چطور هستش؟ بله، کی میخواد جواب خانم ارغوان رو بده؟ مدرسین؟ خب هست جواب. قطب شمال که هست، ولی اجازه نمیدن همونم به این ببینیم، یعنی دو تا دوش آمریکا، روسیه، نروژ گرفتن شد، چون کشور نروژ هم که ببینید یه جویی کشیده شده انقدر اون بالا که تقسیم نشه، اگر میتونستن به سه تا کشور فلان دو کنم، یک کشور دیگه همون بعد داده بشه و تحت محاصره هست. قطب شمال هم اجازه نمیدن و ادعاشون هم اینه که 30% منابع نفتی دنیا اونجاست، ولی تو نقشه های قدیمی که ببینید می قطب شمال 4 تا سرزمین وجود داشت، کشکن دریچه ورودی به جهان زیرین هم میتونه همونجا باشه. قطب جنوب هم که مجازین از مدار 60 درجه پایین تر برید، ادعاشون هم اینه که مالکیتی کسی نشاشه به قطب جنوب. در کل ما تو قطبی نمیتونیم بریم، 80 درجه شمالی به بالا و 60 درجه جنوبی به پایین تو زمین اجازه نمیدن، یعنی در واقع حالا که تو زمین تخت هم علت شما این بودیم که اونجا سرزمین هایی برای ورود به جهان های دیگه. سوالتون حالا چی بود؟ میخواستم تجسم سازی کنم ببینم به چه شکلی میتونیم ببینیم این قسمت ها رو، که مثلا قطب شمال و جنوب قضیهش چی میشه تو زمین تخت. نقشه زمین تخت رو دیدین؟ بذار محمد حسین نقشه‌شو بذار، آره چون تصویری باشه راحت تر. خب برای که تجسم کنید حالا تا محمد درست بکنه، ناگهان شما یه پیتزا رو در نظر بگیرید،
مثال شکمی میزنم که دوپامینتون ترشح بشه و قشنگ متوجه بشه. شما یک پیتزای پپرونی دایره‌ای رو در نظر بگیرید، دور تا دور این پیتزا یه خمیر نونی داره که هیچ کس نمیخوره. اون خمیر نون دیوار یخی رو در نظر بگیرید، اون دیوار یخیه، اون خمیر پیتزا هم آب اقیانوسه، اون پپرونی هم که روشه این قاره‌ایه که دور تا دور مرکز که قطب شماله پراکنده شده. روی این پیتزا یه نقطه نورانی خیلی کوچیکی طراحی شده که نصف این صفحه رو روشن نگه می‌داره. نصف صفحه پیتزا همیشه روشنه به خاطر کوچک بودن منبع نور و خواص گنبد، و دور تا دورم دیوار یخی هستش، یعنی همون خمیر پیتزا دیوار یخیه که آب اقیانوس‌ها رو در خودش احاطه کرده. حالا عکسش هم محمد حسین بذاره قشنگ متوجه میشید. به شکل فلته، یعنی از بالا که نگاه می‌کنید مثل یه صفحه ساعت می‌مونه. خانم روان میبینید اکسو روز واضح هستش که تجسم کنید چه شکلی میتونه باشه قطب این. بله اکسو دارم میبینم. پس قطب جنوب و یعنی با اون درجاتی که شما گفتی قابل رویت نیستش، دیده نمیشه. ولی به صورت یک دیوار دو تا دو، یعنی شما از هر قسمتی به سمت جنوب برید به قطب جنوب میرسید، اما این نیست که در یه نقطه جمع بشه، بلکه در یک رینگ پخش میشه و بعد از اون وارد سرزمین های دیگه میشیم. یعنی بعد از قطب جنوب هم زمین وجود داره، این نیست که لبه باشه، بعد اون زمین هم باز زمین هایی هست. من خواستم اون عکس رو زمین های متدار مرکز رو بذارم که حالا پیدا شد کنم میذارم که همچین حالتی داره. قطب شمال هم که تو عکس واضح هست، البته این عکس دقیق نیست، حالا مدل کوهبی اومدن باز کردن این شکلی کردن، و اینا عکس دقیق و واقعی و ابعاد واقعی از زمین تخت ما نداریم، هیچ کس نقش واقعی زمین رو نداره. مرسی از توضیحاتت محمد حسین. کاوه روی استیج هستن. کاوه عزیز، نظری، دیتایی، سوالی؟ کاوه از خودمون عزیز، خودمون از سلام علیکم. تخگرایه سلام دوک، سلام محمد حسین عزیز، کسرا و قیمتی، خوبی؟ حالتون خوبه؟ رشد، مرسی، در حال رشد هستیم. دکتر سروش رو داریم روی استیج، گیف زمین تخت رو داره میذاره، روز و شب رو داره نشون میده. آفرین آفرین. خب دعوت کنید دیگه، دعوت کنید از دوستان علمیتون. باگ دارید، باگ دارید، سیستم میبنده صدا رو خودش. اینا فکر کنم آپدیت جدیده که طرف وقتی باگ داره ماکش بسته میشه اوتوماتیک. چیز میشه دیگه. نه والا خانم اقوان صدا دارید. اینم ادامه دیوار، یعنی بعد از دیوار یخی ما زمین هامون به این شکل میشه. سلام دکتر سروش، خودمون چطوری؟ سلام سلام بچه ها، شبتون بخیر. درود درود، عالیه عالیه. این حتی زمین های بیرونی هم داره نشون میده، جمهوری آزگارت، آگارتا، جمهوری آگارتا کجاست؟ آها، انسستریال ریپابلیک، انشن لند، جمنای، اون که جمنی های پیتاتی های لیبرز. نقشه کاملش هم به صورت ویدیو هست، میخوای یعنی بالا بذارم؟ بذار چطور میذارم؟ تو چطور میذارم که هم چطور هم یه تلگرام بچه ها چطور هست؟ نقش کامل این کمیه سرزمین های دیگه، سرزمین مریخ، سرزمین مشتری و اونا هم میشه دید. بذار هر جور که میتونی اطلاع رسانی کنی، دیتا رو نست شیر کنی، اشتراک بذاری کنی، انجام بده، چون رومم داره رکورد میشه. اینو میتونی قشنگ بذاری تو همون چت روم، لینکشو دوستان برن لینکشو ببینن، اون پایینم بنویس که زمین های حالا دایره متعدل مرکزه
که دوستان بدونن دارن راجع به چی تحقیق میکنن. پس مهمترین چیز اینه که اصلا شما بدونید راجع به چی باید تحقیق بکنید. این مهمترین چیزه. خاطر اینکه همه چیز رو اینها در حالی از ابهام و توهم فرو بردن و ما نمیدونیم اصلا برای تحقیق باید از کجا شروع بکنیم. ولی این چنین نبود. یعنی در سال 2014 که اوج زمین تختگرایی بود در نورت امریکا، در نورت امریکا یعنی همین کشورهای پیشرفته کانادا و امریکا، در اون موقع شما زمین تخت میزدید یا عالم ویدیوی زمین تختگرایی میومد که سه سود شما زمین تختگرا میشدید. الان عوض شده دیگه. الان شما اگر سرچ بکنید در گوگل زمین تخت، سیستم لوسیفری شما را هدایت میکنه به سمت ویدیوها، آرتیکل ها و وبسایت هایی که مدل غلط زمین تخت رو اینها مسخره میکنن. یعنی یه مدل غلط زمین تخت، مثال میزنم، اینها میگویند که تختگرایان میگویند زمین در حال حرکت به سمت بالا هست مثل آسانسور، خاطر همین همین چی میفته پایین، در حالی که این غلط هستش. ما اصلا نیازی نداریم زمین به این ابعاد حرکت بکنه. اصلا زمین نمیتواند با این همه آبی که روشه حرکت بکنه. شما یه دونه لیوان کافی بذار داخل ماشینت، یه ترمز که میکنی کافی میریزه. چطور امکان داره زمین با این ابعادش دور خودش بچرخه، تیلت کنه، بره عقب، بیاد جلو، دور خورشید بچرخه، دور کهکشان بچرخه، دور همه چی میچرخه، آب از آبم تکون نمیخوره. اینها اون باگ های علمی هستش که بر کره زمین در حقیقت وارد هست. ولی در زمین تخت همه چیز با کمک سیستم های بسیار ساده مثل آنود و کاتود در زمین تخت قابل پرزنت هست. خواص دافعی گنبد آسمان که نظریش رو در فصل دوم مطرح کردیم در سال 2022، و امسال که در سال 2023 هستیم، یعنی در فصل سوم زمین تخت فارسی هستیم، دیگه دستمون باز هست. میبینیم که دیگه اثری از علمیون و آتئیست ها در کلاب هاست نیست. قبلا دو تا سه تا روم علمی میذاشتن، الان که متوجه شدن به واسطه ممارست ما، یعنی به واسطه پشتکار تختگرایان در کلاب هاست فارسی، اینها متوجه شدن که تمام عمر فریب خوردن. ما میبینیم که این اساتیدی که قبلا در فصل اول و دوم روی استیج می اومدن و ادله هاشون رو مطرح می کردن، دیگه خبری ازشون نیست. این خود به تنهایی نمایانگر این هستش که ما داریم از یک حقیقت دفاع می کنیم، بسیار پشتمون گرمه، ولی دوستان دارن از یک توهم و یک خرافه حمایت می کنن و پروموتش می کنن. رو همین حساب دست و بالشون ضعیف هستش، دست و بالشون خالی هستش از این ادله ها. رو همین حساب ما دیگه اثری از این دوستان آتیست و علمی روی این استیج های تختگرایان نمی بینیم. متاسفانه دلیل این هم که میگیم متاسفانه به خاطر این هستش که اینها اگه در کنار ما باشن زمین تخت رو یاد می گیرن. اگه بخوام برن تو اینترنت و یوتیوب بدتر گمراه میشن. خب بریم جلو. محمد حسین، عکسی که گذاشتی یه ایرادی داره. خورشید و ماهی که شما میفرمایید به این شکل کار میکنه که گیفشو گذاشته، اونا دیگه تأثیر نداره. نه، اونا خورشید و ماه خودشون رو دارن، اونا مال خودشون رو دارن. آره، یعنی دو ست دو یه سیستم دیگه هم اونا دارن. آره، نزدیک قطب جنوب هم که بری یه پدیده هست چند خورشیده هست، اسمش الان یادم نمیاد، اسم انگلیسی شو. اونجا تو آسمون میگن خواص گنبده دیده میشه، یک چیزای دیگه دیده میشه، یا دو تا خورشید تو آسمون دیده میشه، میگن علتش اونه که خورشیدهای اون سرزمین‌ها هم میتونه باشه. میدونیم میتونه انعکاس هم از این سرزمین به اون سرزمین بده، ما نمیدونیم واقعیتش اینه که گنبد چجوری عمل میکنه. چند تا ویدیوی هم گنبد و شبیه سازی میکنن. یه سوالی هم که خیلی از دوستان مطرح میکنن، حالا فرض کنیم که زمین تخت باشه چیش به ما میرسه، یا مثلا چه فرقی میکنه. افرادی که این سوالو مطرح میکنن همچنان در مدل کروی موندن، در مرحله انکار هستن. رو همین حساب که در مرحله انکار هستن، این سوال رو مطرح میکنن، یعنی
میخوان این قضیه به این مهمی رو بی اهمیت جلوه بدن، در حالی که ما میبینیم چه چیزی مهمتر از اینه که شما متوجه بشید روی چی راه میری، یعنی این زمینی که زیر پاته چه شکلیه، چه چیزی از این مهمتر. یعنی اگر اینقدر اهمیت نداشت، اینها یک همچین دروغی به این بزرگی رو به عنوان علم سرهم نمی کردن. این همه فرمول و داستان و دفتر و دستک و دانشگاه و برو بیا و نمیدونم جایزه نوبل بده و دانشمند تربیت بکن و نمیدونم استاد دانشگاه تربیت بکن و دانشجوها رو تلکه بکن. همه این سیستم ها به خاطر این طراحی شده که در حقیقت این دروغ رو اینها بهش چنگ بزنن، چون اگر مهم نبود این دروغ رو اصلا استارت نمی زدن. پس دوستانی که این سوال رو می پرسن به حقیقت زمین تخت پی نبردن، فعلا در مرحله انکار هستن، ولی باز خوبه که در جمع ما باشن و یواش یواش تخیره می